کمتر شاعری است که بداند شعر بعدیش را چه زمانی خواهد نوشت، کمتر شاعری است که بداند موضوع شعر بعدی او چیست. سرودن یک امر ناگهانی است، پیش اندیشیده نیست. هنرمند از پیشتر نمی‌داند که چگونه اثر هنری به وجود خواهد آورد، موضوع آن چیست، رنگ‌های آن چگونه است، روند و روال آن چگونه است. درست مثل عاشق شدن است. هیچ کس نمی‌داند که در آینده چه موقع عاشق خواهد شد، عاشق چه کسی خواهد شد، روند این عشق چگونه خواهد بود، سرانجامش چه خواهد شد. انسان همچون دریچه ایست گشوده به روی جهان و هیچگاه نمی‌داند چه نسیمی، چه رنگی، چه نوری، چه پرنده‌ای از این دریچه به درون اتاق ذهن هنرمند خواهد آمد. گاهی شعر سرودن به هنگامی صورت می‌گیرد که چشم انتظارش نبوده اید. در ساعتی آغاز می‌شود که شما اصلا آمادگی برای نوشتن ندارید. این که می‌گویند شاعران باید در پرتو شمع، در سکوت، به شب هنگام و در یک فضای ویژه شعر بسرایند، ممکن است که چنین باشد برای بسیارانی، اما یک قانون کلی نیست. شعر مانند عشق است، آمدنش را خبر نمی کند. حتی می خواهم بگویم اگر مرگ پیشاپیش علائمی برای هر انسانی می فرستد که من در راهم و دارم می آیم که تو را بگیرم و تسخیر کنم، اما شعر اینگونه نیست. یک آهنگساز براستی نمی داند که چه موقع انگشتانش برای نواختن بیدار خواهند شد. در واقع ذهن او بیدار خواهد شد و انگشتان او را به حرکت در خواهد آورد. سرودن مانند یک معجزه است، مانند یک ارمغان است. برخی از فرشته الهام سخن میگویند. میگویند فرشته الهام باید به سراغ شاعر بیاید و شعری را در دهان او بگذارد یا در قلم او جاری کند. اما کدام فرشته؟ الهام یک امر درونی است، نوعی آمادگی ذهنی و فکری است برای آفرینش، نوعی پرشدگی از دریافت‌های زندگی است. هرگاه شما از زندگی پر شوید، از عواطف و احساسات نوینی آکنده شوید، سرریز کنید همچون یک گیلاس شراب که بیش از حجمش در داخل آن شراب بریزند، شما لبریز می شوید. آنگاه به سرودن می آیید، به نواختن یا به رقصیدن یا به نقاشی کشیدن، فرقی نمی کند. فرایند آمادگی های درونی و ذهنی و تجلی ناگهانی اینها در واقع انفجار درونی ذهن، لحظه سرایش است. برخی به این حالت می گویند که فرشته الهام بر شاعر یا هنرمند نازل شده و بدو الهام بخشیده است و او شروع به سرودن کرده یا چیزی نوشت. برای من بارها پیش آمده در حال انجام کاری بودم، مثلا داشتم نجاری میکردم یا برف پارو میکردم یا ماشینم را تمیز میکردم یا سر کار بودم، فضای کاملا معمولی، واقعی و عادی بوده است، اما به ناگهان یک واژه در ذهن به رقص در میآید، یک جمله در ذهن شما به رقص در میآید. در آغاز شما متوجهش نیستید. این خودنمایی معشوق است، دارد به شما لبخند میزند، اما شما به لبخند او توجه ندارید، به کارتون ادامه میدهید. اما این واژه ها همچنان به رقصشون ادامه میدهند، ذهن تو را پر میکنند، تو را تسخیر میکنند و تو ناگهان احساس میکنی باید بسرایی، باید بنویسی، اما هنوز نمیدانی چه خواهی نوشت، چه چیزی را خواهی سرود، موضوع این سرود چیست؟ البته نخستین واژگان تعیین کننده سرنوشت شعرند. واژگان تلخ احتمالاً شعری تلخ به دنبال خواهند آورد. واژگان شیرین، واژگان عاشقانه ممکن است که منجر شوند به شعری شیرین، دوست داشتنی و عاشقانه، یا شعری از دوست داشتن، در باره دوست داشتن و برای دوست داشتن یا برای دوست داشته شدن. همه اینها جز احتمالاته.
نخستین واژه، نخستین کلید ورود به دنیای شعر است. من جای دیگر یک بار مثالی نوشتم: پنداری که شما با چشم بسته شما رو به یک اتاق میبرند، یا به روبروی یک منظره میبرند، یا در جایی میبرند که شما هیچ دید و شناخت پیشینی از آنجا نداشته اید، آن مکان را ندیده اید. حالا فرض کنیم این یک اتاق تاریک است، شب هنگام است، شما با چشم بسته به این اتاق برده می شوید، اتاقی که پیشتر ندیده اید، چشمان شما را باز می کنند، یک لحظه کلید برق را می زنند و شما یک تصویر و تصور کلی از آنچه که این اتاق است می بینید و سپس برق را خاموش می کنند. دیدار این اتاق دیداریست ناگهانی، دنیایست ناشناخته، اما در همون لحظه‌ای که نور می آید و می رود شما یک فضا را حس می کنید، می دانید که در یک اتاق کار هستید، یا در یک اتاق خواب، یا در یک اتاق پذیرایی، یا در سالن موسیقی، سالن کنسرت. نخستین واژه در شعر، نخستین جمله در شعر، درست مانند روشن شدن یک لحظه و یک دم در همان اتاق است. تا حدی سرشت و سرنوشت آنچه را که شما خواهید سرود برای شما روشن میکنه. و البته هجوم ذهن، هجوم عاطفه، سرریز کردن جان و روان که سرشار شدن از مسائل گوناگون، از یافته‌ها و دریافت‌های گوناگون، هر بار خود را به شکلی تازه ارائه میدهند. یعنی شما نمیدانید که یافته‌های ذهنی شما این بار چگونه تجلی خواهد کرد. براستی هیچ اندیشیده اید که حتما چنین بوده است؟ پس پشت آنچه که میبینیم و میشنویم یا با حواس پنجگانمون باش در تماس هستیم چیز دیگری نهفته است. یک دانه برف هنگامی که پیشاروی ما از آسمان به سوی زمین می آید، وقتی ما به او نگاه می کنیم، شاید دانه آبی را که درون این برف است، خود این برف است، نمی بینیم. این برف سپید با شکل ویژه‌ای که دارد، پس از فرود آمدن بر روی زمین و گرم شدن هوا به صورت چکی آب در می آید. هنگامی که ما چند پلاره یا دانه انگور را در دست میگیریم، براستی ممکن است کمتر به درخت انگور، به تاک بیاندیشیم و به این بیاندیشیم که این دو دانه انگوری که در دست داریم و میخواهیم به دهان ببریم، در واقع همچون یک بیت از شعر بلند درخت انگور هستند و درخت انگور قصیده سرایی است که توانسته است چون این ابیات زیبا و درخشان و خوشگواری را بیافریند. در واقع ذهنیت هنرمند باید بتواند واقعیت رو دور بزند یا واقعیت رو بشکافد، پوسته از روی واقعیت بردارد و به درون آن، به پساسوی آن برود و اون حقیقت نهفته را در پساسوی واقعیت کشف کند و بیان کند. از یک مجسمه‌ساز بزرگ ایتالیایی پرسیدن که تو این مجسمه ها به این زیبایی را چگونه می آفرینی؟ پاسخ داد: این مجسمه ها درون این سنگ ها هستند، من اضافه های این سنگ رو می تراشم و این مجسمه بیرون می آید. در واقع هنرمند باید اضافه های واقعیت را از واقعیت بتراشد و شکل های پنهان و نهان درون واقعیت را کشف کند. در هر زبانی از جمله زبان پارسی هنوز شاید میلیاردها شعر پنهان وجود دارند و شاعران روز به روز و سال به سال موفق می شوند که این شعرها رو کشف کنند، از درون زبان بیرون بیاورند و با ما در میان بگذارند. شما هرگاه در ساحل یک اقیانوس بگیستید و به اقیانوس بنگرید، تنها گستردگی آب را می بینید، تنها رویه اقیانوس را می بینید و امواجی رو که پسا پیش می شوند، فراز و فرود می روند. اما می دانید که در درون این اقیانوس
ماهیان رنگارنگ و فراوانی نهفتند. از نهنگ ها، ماهی های کوچک، گیاهان دریایی، درختان دریایی، جانوران بسیار ریز دریایی. اینها برای کسی که در ساحل اقیانوس ایستاده است و به اقیانوس می‌نگرد دیدنی نیستند. البته دانش ما می‌گوید که در درون اقیانوس جانوران هستند، ماهیان هستند، اما اینها به دیده نمی‌آیند و هرگاه ماهیگیری تور خودش رو در این دریا بیاندازد احتمال صید یکی از این جانوران دریایی را دارد. آنچه که از دریای زبان پیشا روی ماست مانند رویه اقیانوس است. ما بر سطح زبان حرکت میکنیم، میلغزیم، از سطح زبان بهره میگیریم برای سخن گفتن. اما ادبیات و شعر و فلسفه زیر رویه زبانند. هنرمند با استعداد کسی است که میتواند رویه زبان را پس بزند و به ماهیت زبان دست پیدا کند و در درون زبان سروده های گم شده را پیدا کند. این سروده ها البته آماده نیستند. این سروده ها ریشه در زبان و در ذهن و در عاطفه و در اندیشه شاعر دارند. یعنی آمیزش ذهنیت شاعر، عاطفه شاعر، اندیشه شاعر با دریای زبان و ماهیت زبان است که منجر به شعر می شود. خلاقیت یعنی خلق کردن، چیزی را به وجود آوردن، از چیزی چیزی دیگر ساختن. عاطفه امری مادی نیست، اندیشه امری مادی نیست. یک آهنگساز می تواند عاطفه اش را به صوت تبدیل کند، یک امر مادی، یعنی تبدیل حقیقت پنهان، ماهیت نادیده و ناشنیده به یک واقعیت و پدیده بیرونی به نام شعر یا قطعه موسیقی کاریست خداگونه، خلاقانه در حوزه آفرینش و آفرینشگری. شاعران به راستی که آفرینندگانند، نقاشان و مجسمه سازان به راستی که آفرینندگانند. هنگامی که شما یک مجسمه زیبا میبینید، ونوس را میبینید، یا یک فیلم خوب میبینید، یا یک شعر خوب میشنوید، شما هم با آن تغییر میکنید. زیر تأثیر و سلطه ادبیات و هنر اصیل و برتر تغییر پیدا میکنید. یک شعر لطیف عاشقانه شما را لطیفتر میکنه، به عشق نزدیکتر میکنه. یک سروده خشم‌آگین در برابر ستمهای اجتماعی خشم را در شما برمی‌انگیزد. یک سروده آمیخته با اندیشه و تفکر شما را با زوایایی از اندیشه و تفکر آشناتر می کند. یک شعر فلسفی اندیشه فلسفی را در شما رشد می دهد. یک سروده عرفانی حال و هوا و شور و هیجان و تفکر عارفانه را در شما بیدار می کند. و در گذر زمان، هنگامی که شما در گذر و در معرض آثار هنری و ادبی فراوانی قرار بگیرید، دیگر همان آدمی نیستید که بوده اید. ادبیات شما را تغییر داده است. هنر شما را تغییر داده است. هنرمندان و شاعران ما را هم دچار تغییر و تحول می کنند. در آفرینش دوباره ما یا در باز آفرینی ما سهیمند. شکل درونی تازه‌ای به ما می بخشند. شکل عاطفی تازه‌ای به ما می‌بخشند. افکار ما رو زیر تأثیر می‌گیرند، پس تفکر ما را می‌آفرینند یا شکل می‌دهند. این تحول، این دگرگشت همواره در حال رفت و برگشت است بین هنرمندان و مردم و مردم با هنرمندان. از سوی دیگر حضور مخاطب، حضور شما به عنوان شنونده، شنونده یک شعر یا موسیقی، یا بیننده یک تابلو نقاشی، یک مجسمه یا یک فیلم، به شاعر، فیلمساز، نقاش و مجسمه ساز این امکان رو میده که با شما در یک داد و ستد معنوی و فکری پنهانی باشد. یعنی شاعر با شما در حال سخن گفتن است، حتی وقتی شما رو نمیبیند و نمیشناسد.
و شما با شاعر در حال سخن گفتن و تبادل فکرید، حتی وقتی او را نمی‌بینید و نمی‌شناسید و فقط آثارش را می‌خونید. چرا؟ ما همه موجودات اجتماعی هستیم دیگه. بنی آدم اعضای یک پیکرند. این پیکر اجتماع یک پیکر معنوی دارد. در آن پیکر معنوی است که من با هممیهنانم، یعنی با ایرانیان، همخوانتر و همروندتر و هماندیشتر هستم. هر جامعه برای خودش یک پیکره معنوی دارد و تمام جوامع بشری روی هم رفته یک پیکره و شکل درونی و معنوی دارند. ملودی های ما با یک دیگر تنظیم می شوند تا سمفونی انسانی نواخته شود. یک ملودی آفریقایی با یک ملودی چینی، یک ملودی ایرانی با یک ملودی سوئدی، یک نوت آلمانی با یک نوت استرالیایی، اینها یک دیگر را در شکل معنوی و اندیشه بشری و عواطف بشری باز می‌یابند، دست به دست یک دیگر می‌دهند و ارکستر بزرگ انسانی به حرکت در می‌آید و سمفونی بزرگ انسان نواخته می‌شود. تمامی انسان‌ها بیان که بدانند یک رابطه معنوی با یک دیگر دارند، یک رابطه فکری، یک رابطه حسی. در یک جایی زلزله می شود، تمامی مردم جهان اندوهگین می شود. در یک جایی بر کسی و بر کسانی، بر ملتی ستم روا داشته می شود، تمامی مردم جهان اندوهگین می شود. در یک جایی یک سمفونی، یک قطعه موسیقی فراگیر می شود، جهانگیر می شود و اون هماهنگی درونی همه ما رو نشون میده. در واقع اون باساب هماهنگی های درونی ماست. به همین خاطر ما دوستش داریم، چون خودمون رو در اون میبینیم، حس خودمون رو در اون موسیقی پیدا میکنیم، حرف دل خودمون رو در اون شعر و در اون سروده باز میابیم. هر که یک اثر هنری فراگیرتر باشد و انسانهای بیشتری رو تحت تأثیر بگذارد، پیداست که یک سمفونی همگانی تری توانسته است جانها و ارواح و اذهان بسیارانی رو، بیشتری رو در درون خودش بازتاب دهد. ببینید بین همه انسانها یک داد و ستد معنوی و یک رفت و بازگشت ذهنی فکری وجود دارد. در نهایت من بر این باورم که انسانها از طریق امکاناتی که به ویژه در امروز جهان به وجود آمده، رسانه‌های فراگیر و اینترنت و سینما و چه و چه، به هم بسیار نزدیکتر خواهند شد. به هم نه تنها نزدیکتر خواهند شد، شاید شبیهتر هم خواهند شد. یعنی نوعی گلوبال معنوی به وجود خواهد آمد. البته زمان خواهد بود، ولی چنین خواهد شد. حتی ممکن است در ده ها قرن آینده زبان بشر واحد شود. ما انقدر به هم نزدیک شده این که شگفت‌انگیز است. یعنی هر یک از دو انسان، یکی در این قاره نشسته، یکی در یک قاره بسیار بسیار دورتر، ولی در همون لحظه با هم چت میکنند، تصویر همدیگر رو میبینند، صدای همدیگر رو میشنوند، به گونه‌ای که پنداری میشود به سوی هم دست دراز کنند، میتوانند پیکر یکدیگر را بپسایند. آحاد بشر اینقدر با هم نزدیک شدند و ادبیاتی که در آن آینده فرضی که البته شدنیست و پیش خواهد آمد با هم در تماس خواهند بود، شعرشون نزدیکتر به هم خواهد شد. یعنی شعر جهانی تر خواهد شد، فیلم جهانی تر خواهد شد، خبر جهانی تر خواهد شد. و وقتی چنین شود ما به هم شبیهتر می شویم، به هم نزدیکتر می شویم. وقتی چنین شود شاید دیگر جنگ نکنیم، شاید دیگر ملت‌های متفرق و متضاد نباشیم، ادیان گوناگون نداشته باشیم. من تردیدی ندارم که دین از صحنه جهان برچیده خواهد شد و هنر و اندیشه به دین مردم آینده تبدیل خواهد شد. نه اینکه ایمان داشته باشند، برایش نماز بخوانند، برایش جهاد کنند و جهالت به خرج دهند. نه، مجموعه ای از آثار هنری و اندیشه های انسانی و دستاوردهای فکری
به دین آینده جهانیان تبدیل خواهد شد. آنگاه زندگی بر این کره زمین تغییر پیدا خواهد کرد. نگاه مردم به جهان و به هستی تغییر پیدا خواهد کرد. نگاه مردم به یکدیگر تغییر پیدا خواهد کرد. من شاید بیش از 20 سال پیش یک شعری نوشتم، امیدوارم یک بار بتونم این شعر رو برای شما بخونم، درباره‌اش حرف بزنم. در اونجا اشاره کردم که مرزها از بین خواهند رفت، در یک آینده دور البته. خرد فرهنگ ها ساییده خواهند شد و از بین خواهند رفت. خرد زبان ها یا زبان هایی که امروز مردمان اندکی با آنها سخن میگویند آرام آرام از بین خواهند رفت و کره زمین به یک کشور تبدیل خواهد شد. کره زمین به تمامی می شود یک کشور با یک دولت و با اداره واحد. البته در چنان شرایطی ما که نیستیم ببینیم و بدانیم که چه پیش می آید. شاید دموکراسی، مردم گرایی و همگرایی انسان ها به جایی برسد که این دولت برآمده جهانی دیگر نتواند زور بگوید و ستم کند و تبعیض قائل شود و سرکوب کند و چه و چه‌های دیگر. خب اینها رو میدونید باید چه گفتم؟ برای اینکه بگویم شعر میتواند از امروز به آینده نقبه بزند. شعر میتواند از امروز ده ها قرن آینده را ببیند. همونطوری که گذشته را میبیند یا گذشته را در کوله بار خودش دارد، با توشه‌ای که از تاریخ در کوله بار خود دارد الان حرکت میکند و میخواهد یک بهسازی و بهزیستی رو برای بشر فراهم کند. حتی اگر شاعر خودش چنین قصدی نداشته باشد، حتی اگر شاعر نخواهد که اصلا چنین کند، اما اگر یک شعر خوب بیافریند، در این بهزیستی و بهسازی انسان و جهان و آینده سهیم خواهد بود. فیلم های خوب ما رو تغییر میدهند، ما رو آماده میکنند برای اینکه به هم نزدیکتر شویم و فرزندانمون رو به گونه‌ای بپروریم که با یکدیگر و با فرزندان انسانهای دیگر نزدیکتر باشند، همدیگر رو دوست بدارند. کار ادبیات این است، کار هنر این است، کشف ظرفیت های پنهان درون انسان ها، شکل دادن و بازآفرینی یا آفرینش آنها، ارائه دادنشان برای صیقل دادن بشر. من یک جایگاه کوچکی دارم در کنار رود راین. هر از گاهی میروم اونجا و خلوت میکنم و گاهی بستگانم یا دوستانم که با آنجا میآیند اینها رو میبرم کنار رودخونه، کنار رودخانه راین. قلب سنگ ها و سنگ ها و تکه هایی از کوههای کنده شده و به سنگهای کوچک تبدیل شده فراوانند، با رنگهای گوناگون، با قدمتهای گوناگون، با رگههای گوناگون. یعنی شما قطعه سنگی رو بر میدارید، میبینید که به رنگ سنگ خاراست، بنزه فرض کنید یک دانه انار یا یک دانه تخم مرغ، و دو رگه گوناگون، یکی سپید یکی زرد، در درون این قطعه سنگ وجود دارد. یعنی پیداست که این سنگ که امروزه از فراز قله ها کنده شده و سالها و سالها راه اومده، صیقل خورده به اون مقطع از راین رسیده است، روزی در کف دریا بوده و لایه سپیدی از نمک یا هر چیزی نخست آنجا در کف دریا نشست کرده، بعد دوباره لایه های دیگر و بعد یک لایه دیگری که رنگ زرد داشته است و بعد لایه های دیگر و بعد اینها به سنگ تبدیل شدند و در فوران زمین، در هیجان زمین به کوه تبدیل شدند و حالا بر اثر زلزله یا باران یا یخزدگی لای صخره‌ها که اونها رو میترکونه و میشکنه، به صخره‌ها و سنگ‌های کوچکتری تبدیل شدند، در مسیر رودخانه افتادند، این رودخانه اینها رو قلتونده، آب اینها رو سایش داده و با خودش آورده و پخش کرده در حاشیه این رود. بعد این سنگ ها رو برمی‌دارم و به این دوستانم نشون میدم. به بسیاران از این دوستانم و بستگانم یکی از سنگ های کناری راین را بهشون هدیه دادم.
گفتم یادگاری از من داشته باشید، بذارید توی کتابخونه‌تون، توی دکورتون. در این سنگ یک زندگی نهفته است. اولین در این سنگ اصلا یک فلسفه نهفته است. باور کنید در یک قلب سنگ کوچولو یک فلسفه بزرگ پنهان شده. برایتان میگویم چگونه. یک تکه سنگی که به صورت به اصطلاح با تیغه ها و برآمدگی ها با برش های عجیب و غریب به بستر رودخانه افتاده، با گذر زمان سیغل میخوره از آب که آن همه نرم است. انتقاد آب رو بر پیکر خودش، بر تیزی های خودش میپذیرد و تدریجا سیغل میخورد، نرم میشود. و شما وقتی اون رو در کف دستتون میگیرید، چند ثانیه بعد با دست شما همگرما میشود. شما حس میکنید این بخشی از وجود شماست. شاید این حس در اون سنگ هم وجود داشته باشه. پس پذیرش روند زمان و روند اجتماعی، پذیرش انتقاد، پذیرش نوازش نرم آب یا نوازش نرم هنر بر جان و هستی ما میتواند ما رو صیقل بدهد. و اینکه همون قطعه سنگ از ژرفای دریا که در زیرین ترین پایین ترین سطح کره زمین بوده است، به ناگهان برجهیده است با یک دوران زمین شناسی و به قله تبدیل شده است، نشان می‌دهد که جایگاه هیچ چیزی در طبیعت ابدی و ازلی نیست. جایگاه ما در حال تغییر است. جامعه هم به همین گونه است. جوامعی که فرو نشستند، جوامعی که برآمدند، جوامع برآمده‌ای که فرو خواهند نشست و شاید دوباره برخیزند. ملت‌هایی که نابود شدند اما بشر نابود نشده است. ملت‌هایی که توسط ملت‌های دیگر تسخیر شدند، گوارده شدند، هضم شدند، از مردمان بابل دیگر اثری نیست، به تمامی نابود شدند. اما بشریت نابود نشده. پس من اکنون میتوانم یک بابلی باشم، شما میتوانید یک بابلی باشید. جایگاه آدمی تغییر میکند و هنر در این تغییر نقش بزرگی دارد. یعنی هنر این تغییر را به سوی تکامل پیش میبرد، این واقعیت را به سوی زیبا شدن پیش میبرد. زمان امروز را به صورت زیبایی فردا حرکت میدهد. باز در این شعر میگه: و من رویه از سنگ برگرفتم، نرما را یافتم. شما این پیکرهای زیبا مجسمه بودا رو در نظر بگیرید، دست میکشید میبینید چقدر صاف و روزش میخوام دست میسایید میبینید چقدر صاف و صیقلی و نرم است. این نرما پشت چیزی های نخستین سنگی که مجسمه بودا رو ازش بیرون آورده اند پنهان مانده بود. ما باید استعداد کشف این نرمه ها رو داشته باشیم، حتی در یک دیگر. من میتوانم در همسرم، در فرزندانم، در دوستانم، در هممیهنانم، در هر انسان دیگری زیبایی ها، نرمه ها و رخشندگی های پنهانش رو کشف کنم و از اون لذت ببرم، به جای اینکه فقط تیزی ها رو ببینم و تلخی ها رو ببینم و نفرت ببرزم. میتوانم آن هستی نرم و ملایم درون آنها را کشف کنم. مگر می شود یک انسانی تهی از زیبایی باشد؟ مگر می شود یک جان تهی از دوست داشته شدن و دوست داشتن باشد؟ این ما این که نمی توانیم همدیگر را کشف کنیم، برای اینکه در رویه و در سطح زبان باقی مانده ایم، در رویه و سطح جامعه باقی مانده ایم، در رویه و سطح روابط اجتماعی باقی مانده ایم. نتوانستیم نقد بزنیم به فراسوی این زمختی ها، به فراسوی زبانهای زمخت، واژگان زمخت، تا دست پیدا کنیم به آن هستی روان و درخشانی که در پس پشت واقعیت تلخ پنهانند. باز در شعر میگوید: قشای نور را از واژگانم کنار زدم. این گونه هم هست، یک واژگان نورانی درخشان، این درخشش رو، این نور رو از اونها گاهی کنار میزنیم، در درونشون اندوهی نهفته. قشای نور را از واژگانم کنار زدم، پرسش های تاریک را یافتم. پرسش هایی که پاسخی نیافتند.
پوست را از واژه خدا برداشتم، مؤمن تیغ به دستی دیدم. این خدایی که میگویند، این الله به ویژه، شما این واژه را فرض کنید مثل یک میوه، پوستش رو بکنید، میبینید که در درون این جنایتکارانی نشستند تیغ به دست و با پوششی به نام الله که بر خود کشیدند سرگرم نابود کردن من و شما هستند، قصد خونین کردن تمام جهان را دارند. البته در درون آنها هم رگه های از زیبایی میتوان کشف کرد، به شرطی که آنها آماده باشند شکافی بر این قبای سخت و سنگی که بر خود انداختند بیفتد. اگر سنگ به قلم تراش، به چکش و به تیغه سنگ تراشی یک مجسمه ساز اجازه ندهد که او اضافه هایش را بردارد تا مجسمه ونوس که در آن پنهان مانده است بیرون آید، خب اون مجسمه در اونجا دفن می شود و دیده نمی آید. اگر مؤمنان بخواهند همین گونه که هستند سنگ واره بمانند و اجازه نفوذ اندیشه و تفکر و عاطفه نوین رو به درون خودشون از سوی دیگر اندیشان ندهند، خب اینها برای همیشه سنگ میمانند و خودشون نمیگذارند تا زیبایی های درونشون به دیده آیند، کشف شوند، بیرون آیند و در درخشش و تلألؤ خورشید زندگی و خورشید هستی و خورشید جامعه قرار گیرند. شعر پرسش میکنه، میگه اکنون به من بگو فراسوی این سروده چه میابی، ماورای آواز قناری چه چیز نهان است. خب این قناری که آواز میخونه، ما پذیرنده محض که نیستیم، ما انسان اندیشمند هستیم، انسانی هستیم که در درون ما عاطفه، تفکر، اندیشه و تخیل و حس جاری است. ما باید فراسوی آواز قناری چیز دیگری را هم ببینیم و اون خود قناری است، آن چیزی است که در درون او را به چهچه وامی دارد. آن چیست؟ چرا ما فقط چهچه را میشنویم و لذت میبریم؟ آیا قناری به عنوان تکه از این هستی که از ماده درست شده شکل گرفته و برای ما آواز میخواند، آیا آواز او آواز این هستی نیست؟ آیا آواز قناری آواز زمین نیست؟ آواز خورشید نیست؟ آواز آب و هوا نیست؟ چون قناری از اینها درست شده، پس ترکیبی از این عناصر است که قناری را به وجود آورده، آن گلوی نازک آوازخوان را به وجود آورده و اکنون آن گلو برای ما میخواند و ما رو مست و مدهوش میکند. پس این هستی است که برای ما میخواند، این آواز هستی است که از گلوی قناری برمی آید، این آواز هستی است که از درون شعر من میشنوید، این موسیقی گیتی است، موسیقی دلنواز جهان است که شما در واژگان من حسش میکنید، نه فقط در شعر من و در واژگان من، در تلألؤ و درخشش بالهای یک پروانه هم شما این رو میبینید. شما جلوگاه بیرونی گوهر هستی رو در یک گل نیلوفر هم میبینید، در یک خوشه انگور هم میبینید، در لبهای بوسیدنی یک زن یا گونه های بوسیدنی یک مرد هم میبینید، در نی و نوازش نی یک چوپان هم میشنوید. ما همه اجزای این زندگی و جهان هستیم، ما زبانهای گوناگون این جهان و این هستی هستیم. آنچه ما میگوییم و میخوانیم و میرقصیم و میگوییم در واقع رقص جهان است، گویش جهان است، شعر جهان است، شعر هستی است. هستی از گلوی ما سخن میگوید، با قلم ما مینویسد، با گلوی ما و با گلوی قناری و بلبل آواز میخواند. هستی خودش رو از درون نوت‌های موسیقی در برابر ما برهنه میکند تا ما او رو ببینیم. پس بیایید بیاموزیم که فراسوی واقعیت یک حقیقت نایافته، پنهان شده و کشف نشده ای هست. این حقیقت را با یک دیگر بیابیم، یک دیگر را با این حقیقت بیابیم، به سوی هم لیز بخوریم، مثل جرعه های آب، مثل رگه های آب به سوی هم برویم، با هم یکی شویم، در جایی که عشق باشد، دوستی باشد، خوشبختی باشد،
درک یکدیگر باشد، جهانی انسانی باشد، انسانی جهانی باشد. ادبیات و هنر ما رو باید به این سمت هدایت کنند، به سمت وحدانیت در هستی. ما تکه های پراکنده و جدا شده ای از این هستی هستیم که در یک جای دیگری با یاری ادبیات و هنر باید یک دیگر را بازیابیم. نوت‌های پراکنده باید به هم برسند و در سرانگشتان هنرمند بزرگ هستی دوباره نواخته شوند، بازآفرینی شوند و ما را دوباره متلعلع و درخشان کنند.